یکی از کمپانی‌های تئاتری مهمی که هر هفته فیلم کامل یک نمایش رو به مدت یک هفته روی کانال یوتیوبش قرار میده، تئاتر ملی بریتانیاست. یکی از کارهای پربینندش اجرای فرانکنشتاین با بازی بندیکت کامبربچ و جانی لی میلر بود که در عرض یک هفته 2 میلیون بار دیده شد. این اجرای پرطرفدار دنی بویل، کارگردان انگلیسی، اقتباسی از رمان معروف مری شلی که در قرن 18 نوشته شده. که گذشتم اتوبوسی به نام هوس شاهکار تنسی ویلیامز با بازی درخشان جیلیان اندرسون آنلاین شد. They told me to take a street call named Desire and then transfer to one called Cemeteries and ride it 6 blocks and get off at Elysian Fields. That's where you are now. At Elysian Fields? This here is Elysian Fields. Well, they must not understood what number I wanted. What number you looking for? 632. در این مدت فرصت تماشای تئاترهای موزیکال معروف رو هم از دست ندید. برای مثال این روزها هر جای دنیا که باشید میتونید از دیدن آثار اندرو لوید وبر، آهنگساز شهیر بریتانیایی، لذت ببرید. کافیه بدونید هر جمعه به مدت 48 ساعت روی یک کانال یوتیوبی با عنوان نمایش باید ادامه پیدا کند، امکان تماشای یک کار جدید وجود داره. برای مثال اجرای شبح اپرا با بازی رامین کریملو، بازیگر و خواننده ایرانی الاصل در نقش شبح و سیرا بوگس در نقش کریستین. As you've never lived before. این دو بازیگر که چند هفته اول قرنطینه به گفته خودشون شوکه شده بودن و صداشون در نمی اومد، وقتی متوجه شدن که این داستان قرار ادامه پیدا کنه، تصمیم گرفتن به جای صحنه از خونه برای هم بخونن. به این ترتیب در این ایام به لطف دنیای مجازی رابطه هنرمندا با مخاطبشون قطع نشد و امکان آنلاین دیدن نمایش‌ها حتی تماشاگرای جدیدی رو همراهشون کرد. اگرچه در دراز مدت بعید این همراهی مجازی بتونه جای مخاطب حی و حاضر رو که ذات آفرینش نمایشیه بگیره. با همین دغدغه ها هم بود که بعضی از تئاترها به جای اینکه به آنلاین کردن آرشیوشون بسنده کنند، سعی کردن ارتباطی خلاقانه تر با مخاطب بگیرن. یکی از اونها تئاتر کلین پاریس بود. ما دنبال این نبودیم که آرشیو تولیدات قبلیمون رو آنلاین کنیم. این قضیه برای ما مهم بود چون مثل هر تئاتر خلاقی فکر میکنیم که باید تخیل هنرمندا رو به کار بندازیم پیش از اینکه کارشون رو مخاطب ارائه کنیم. Lettre 12, Uzbek au même Ispahan. Tu as vu, mon cher Mirza, comment les troglodytes périrent par leur méchanceté même et furent les victimes de leurs propres injustices. یکی از کارهای جذاب تئاتر کلین این بود که از بازیگرایی از نسل‌های مختلف خواست که هر کدوم یکی از نامه‌های کتاب نامه‌های ایرانی مونتسکیو رو بخونن. این رمان مجموعه نامه‌های تخیلی اوزبک و ریکا، دو مسافر ایرانی در قرن 18 که از فرانسه با اقوامشون در ایران مکاتبه می‌کنن. دلیل انتخاب کتاب نامه‌های ایرانی این بود که سال 2021 300 سالگی چاپ این اثره. و از اون مهمتر این که وقتی مونتسکیو این رمان رو مینوشت، به دلیل شیوع بیماری طاعون در جنوب فرانسه نصف کشور در قرنطینه بود و مکالمه از طریق نامه نگاری به پدیده همه‌گیر تبدیل شده بود. Laisse parler Ispahan. Ne me défends que devant ceux qui m'aiment. Laisse à mes ennemis leur interprétation maligne. Je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu'ils me puissent faire. On parle de moi à présent.
Peut-être ne serais-je que trop oublié et que mes amis... Non, Rustan, je ne veux point me livrer à cette triste pensée. Je leur serai toujours cher. Je compte sur leur fidélité comme sur la tienne.